البته در ویدیو قبلی یا درس قبلی ما شما کار کرده بودیم که how to select or add the language, how to change the language format دیره هم کار کردیم، اما یک اندازه درسش باقی مانده بود. خب میریم در قسمت کنترل پنل regional language، بله بخش additional setting ما شما موضوع را بالای دیت کار کردیم، صحیح سنیم؟ دیتا کار کردیم چطور کستومایز کنیم و فلحال کار میکنیم که تایم چطور کستومایز کنیم و در ضمن از این دیتا هم در استقامت از 1930 تا 2029 است و به خاطر دیتا تایم اگر شما بیشتر وقت فرض کنید از 29 که باز بالا شد که فلحال امروز بسیار زیاد وقت مانده باز میشه تایم از اینجا چنج کنید فقط به خاطر دیتا تایم سیستم دارم و بعد first day of week در اینجا چی انتخاب است؟ Sunday. پس ما شما چون در افغانستان هستیم انتخاب میکنیم Saturday. این بسیار جات مهم است، این که مهمش در کجاست باز درس آینده بخواهید که رسیدیم باز اونجا براتون میگم. فلحال Saturday را انتخاب کردیم، بعدا اوکی میگیم و موضوع بعدیش میم برای قسمت time. فلحال 3:20 PM است، من در قسمت additional setting بعد بالای قسمت time. در خود تایم اگر ببینید 3:20 است، این طرف 3 هم شما یک صفر داریم مثل که دیروز کار کردیم، صحیح سنه؟ این طرف 3 هم یک صفر داریم و پیش از اینکه شما بالای این موضوع بریم طرف تخته در خب میم در قسمت additional setting فلحال 3:26 PM است، میخواییم یک صفر رو میجالا و شوه additional setting بعد بالای قسمت time. در تایم ببینیم فلحال 1H2M بدن 2T. پس ما میخواییم که تمامش مکمل شد باز میتونی که از این یکش شد انتخاب بعدن اپلای میکنیم. مجرد که اپلای کردیم نیست خواهم ظاهر نشد اوکی، یک چند لحظه بعد یا چند ریفرش کنیم یا یک لاگ آف لاگ آن کنیم پس در این استقامت صفر دیگه هم ظاهر میشه. اما اگر ما در برنامه هم داخل شویم مثلا برنامه نوت پد، یعنی تغییرات اگر میاریم دقیق باشیم که در عموم در تمام سیستم ما تغییرات میاریم از کنترل پنل که هر تغییرات را میاریم از نگاه فرمت یا تغییرات در تمام کامپیوتر ما شما وارد میشه. پس اگر ما بیاییم در قسمت ادیت از اینجا برای شما گوییم تایم اندت صفر اینجا آمده نه؟ صفر 3:26 دقیقه در اینجا هم ممکن یک میستارت کنید در اینجا ظاهر شده نال در تمام برنامه ها در اکسل اکسس در هر برنامه که مدت تایم درش کنم بزنید صفر کچمه و همچنان ایم اپی. خب یک نفر میگه براتون که نه کامپیوتر ما ضرورت دارم که اینمی آلفل حال 12 ساعته است، صحیح در افغانستان بیشتر 12 ساعت استفاده یوز میکنه، بیشتر کشور هاست باز از 24 ساعته استفاده میکنه. می کامپیوتر ما باید 24 ساعته یوز شه البته تایمش باشه نه اینکه 12 ساعته باشه، که فل حال اگر ما در برنامه نوت پد میریم فرض کن اگر تایم اند دیتا درج میکنیم در این قسمت تایم اند دیتا آلفل حال 24 ساعته است یا 12 ساعته؟ 12 ساعته. پس اگر ما 24 ساعت استفاده کنم بودی ممکن تقریبا چند بجه باشه؟ 15:27. پس بخاطر از این کار باز میریم در قسمت additional setting time ما شما یکی h کوچک داریم یکی h بزرگ، پس بخاطر از این ما دول h بزرگ تایپ میکنم بعد اپلای میکنم مجرد که اپلای گفتیم بعد اوکی و هم در قسمت additional setting time یعنی امام خیلی بزرگ میکنم اپلای اوکی. حالا که ما میرم در قسمت برنامه نوت پد اینجا تغییرات نامده نی سیستم گفتیم یک ریستارت یا یک لاگ آف یا یک چند لحظه بود ممکن ظاهر شود. در قسمت تایم اندت که یک بار کلک میکنیم 15:28 دقیقه در تمام سیستم حالا فلحال به شکل 24 ساعت ظاهر میشه. پس میگیم این عمل انجام نشه، من در قسمت additional setting بعد میخواییم که مو فرض کنیم به شکل کوچک بیه باز میگیم که دو تا اچ کوچک درج میکنیم حالا اگر تایم اندت درج میکنیم باز به شکل 12 ساعت قرار میده. فلحال میبینین در سمبول ام ام اخو میفهمین قبل از آر پی ام بعد از آر ام چه وقت است؟ از 12 بجه شب تا 12 بجه روز ام است، همین 12:01 دقیقه میشه تا 12 بجه شب باشه شمول چی میه؟ پی ام میه. پس ما میگم وقت زمانی که فلحال اینجا ببینید 3:29 دقیقه پی ام است، ما میگم در جای ای ام احمد به در جای پی ام محمود به هر قسم شما خواسته باشه. فرض کنید ما اینجا درج میکنم احمد و در پی ام
محمود. اینا رو اینجا که اپلای کنیم 329 دقیقه احمد شد یا محمود؟ محمود. اپلای میکنیم 329 دقیقه چی شد؟ محمود. خب اینجا اگر در هر استقامت ببینید میره اگر بر کس دیگه درش کنیم چوی ایران مولکی سی بیستی اینا را در هر جایی که باشه در هر برنامه که باشه تایم که باشه باز ایواز بی ام محمود میه و ایواز امام احمد یک چیز بسیار عجیبه. خود دون سیف میگیم پس میگم باید به شکل ایم و بیم قرار بگیریم یا تمامش به حالت اول بیاد این صورت برش میگیم که ریس بعدا نیست اوکی. پس به شکل ایم و بیم قرار بعدا موضوع بعدیش شما در اینجا داریم کرنسی. اینجا فقط یک معلومات برتان میدام و همچنان نمبر انشاءالله در سایه آینده که بخیر رسیدیم باز بیشتر بس مغلای نفاد کرنسی به خاطر واحد پولی هست بیشتر در برنامه های اکسل یا یوز میشه به خاطر کارهای فایننس. حالا که اگر ما میریم در برنامه اکسل فرض کنیم برنامه اکسل میریم اگر ما 12 درج میکنم اینو میخوام حالت کرنسی رو بالای زی اپلای کنم. حالا که من دیگه استقامت کرنسی داریم نه ببخشید یک اکانت است نیم از اینجا انتخاب میکنیم کرنسی مجرد که می تطبیق میکنیم 12 دلار میشه. سعی کنین ما واحد پولی بسیار زیاد داریم هر کشور از خود واحد پولی داره یعنی از هیچ کشور انتخاب نشد به شکل اتومات از دلار انتخاب شد. اینا چون کار ما بیشتر بالای افغانی است میگم هر وقت کرنسی رو انتخاب کردم به شکل اتوماتیک چی به افغانی به باز به خاطر از این موضوع باز میرین در قسمت کنترل پنل اینی جا فلحال کرنسی سمبول مو شما دلار است یعنی بیشتر که موجود درج کردم دلار اومد باز اینی رو چنج میکنیم مو شما میگم دلار نباشه ایر باشه بعدن برش میگیم اپلای بعدن اوکی بعدن اپلای اوکی حالا بچی تبدیل شد 12 این حالا در هر استقامت کامپیوتر در هر اپلیکیشن که باشه کرنسی که ضرورت باشه کمی کرنسی رو درج میکنیم به شکل چی قرار میگیره افغانی سعی کنید افغانی به شکل اتومات افغانی در خود برنامه هم داره که بازی رو فلحال در خود برنامه ارتباط به برنامه میگیره اما از اونجا اگر تغییرات میاره بالای تمام برنامه ها اکسل ورد در ورد فنمی باشه اما در برنامه اکسس یا در مجموع کارهای فایننس که در برنامه اجرا میشه باز میشه که او به شکل کرنسیش حالت افغانی رو میگیره. خب فلحال برش میگیم کلوز دون سیف و نمبر هم اگر یوز میکنیم نمبر ما به کدام شکل باشه میگیم در قسمت ریژونال لنگویج ادیشنال سیتنگ موضوع کرنسی بود پس میگیم که ریسیت بعد نیست و دیگه داریم نمبر بعد از سه خانه به شکل اتوماتیک خانه چی بیا اشاری بیا و بعد از دو صفر وقتی که نمبر استفاده کردم اینی دات بیا شما میتونید پرو کورس تغییرات بریم بعد از میگم دو خانه اشاری اول که است یعنی دو خانه وقتی که نمبر درج میکردم یک چیز دیگه بود کار شما دیگه که داش میتین کاما میتین دات نقطه میتین هر کاری که جور یعنی هدف ما در اینجا چی است که چطور بتونیم تغییرات بریم بالا پس باز شما میتونید از اینجا تغییرات بیشتر بعدن اپلای بعدن اوکی. خب این بود موضوع ریژونال اند لنگویج و موضوعی بود که هاو تو چینج د لنگویج فرمت چطور بود این فرمت چینج کنیم.